تولد، تولد بیا، تولد، این تولد سگ نجات کوچیکی که چندین ماه پیش از شمال اومد. تمام بدنش جرب بود، زخم عمیق رو کمرش داشت و هیچ مو به بدنش نبود. الان بعد چند ماه موهاش در اومده، زخمش خوب شد و سگ فوق‌العاده خوبی هم شده. اسمش هم که گذاشته بود از روز اول تولد. بینج بودی، بیا بودی دختر، بیا. عزیز سگ جربی که چند ماه پیش توی جاده پناهگاه دیدیمش، تمام بدنش جرب بود، مو رو بدنش نبود، تمام دست و پاش زخم بود و خیلی لاغر. و بعد ساعت‌ها دویدن روی تپه‌ها و داوطلب‌ها تونستیم یه گوشه بگیریمش، آوردیم پناهگاه. بعد چند ماه در ماه موهاش تازه داره در میاد، شروع به در اومدن و بدنش شکل گرفته، ولی هنوز پسر خجالتیه. این سگ رو 2 هفته پیش وارد پناهگاه کردن از یه شرکت شنوماسه که اونجا جرب کامل بود. یه بار اونجا تحت درمان قرار گرفت ولی چون وضعیتش بدتر شد مجبور شدیم منتقلش کنیم به پناهگاه. فعلا تحت درمانه، یه مقداری بهتر شده ولی هنوز دوره درمان داره. این آزاده است، سگی که چندی ماه پیش اومد پناهگاه، یه موتوری پشت دیده بود، پشت یه ماشینی بسته شده، یا یه موتور، یه وسیله نقلیه، و رو زمین میکشوندن که باشون برخورد کردن. سگو ازشون گرفتن، تمام دستا زیر شکمش زخم بود، سابیده شده بود، روی دهنش سابیده شده بود. هنوز نگاه کنید جای آثارش روی دستاش هست، اینجاها جایی که سابیده شده رو زمین، هنوز زیر شکمش آثار سابیدگی هست. اینجاهاش تمام سابیده شده بود. اومد پناهگاه، کاملا تحت درمان گرفت، خوب شد. اسمشو گذاشتیم آزاده و فوق العاده دختر خوبی هم هست. این دختری که میبینین و چند هفته پیش موقعی که داشتیم میومدیم با تناب بسته بودنش به یه بلوکیت وسط جاده گذاشته بودنش که ما ورش داریم. دماغش کاملا چرک بود، بدنش تمام عفونت بود. آوردیمش به پناهگاه، اومد داخل قرنطینه، تحت درمان قرار گرفت. هنوز یه سری آثار زخم رو بدنش هست. حالا چه اتفاقی براش افتاده ما نمیدونیم دقیق. کی آوردتش با تناب بستتش؟ ممکن بود اصلا اون تناب صفر بشه، این حیوان خفه بشه، یا شب تا صبح اونجا سگا بزننش. اتفاقی که انجام دادن افتاد برای حیوان. خدا رو شکر اومد داخل وفا، تحت درمان گرفت، خوب شده، به زودی عقیم میشه، وارد گله میشه. بهادر سگی که چند ماه پیش اومد به دلیل عفونت چش که یه سفره بزرگ شده بود، زندگیری کردن از وفا به خاطر اینکه خیلی پرخاشگر بود، نمیتونستیم باهاش خوب کنار بیایم. چشمش شستشو داده شد، الان داره عادت میکنه به بعضای وفا و کم کم داره اخلاقش خوب میشه. رومینا حدود 2 سال پیش یه توله 4-5 ماهه بود که آوردن پرتش کرده بودن توی جاده پناهگاه وسط هفته. بعد اینکه ما تحت درمان قرارش دادیم فهمیدیم که چشماش نابیناست و هیچ جا رو نمیبینه. یه توله خیلی ترسو بود که نمیدونیم علت نابیناییش برای چی میتونه باشه. دکتر حدس میزد شاید ضربه به سرش خورده، برای همون اومد اینجا. و از همون روز اول هم تنها بود به خاطر اینکه نمیتونست ارتباط بگیره با سگا، خیلی ضعیف بود. و اینکه با تلاش مردم برای رومینا یه جایگاهی پیدا شد که به زودی مسافره، تا 1 ماه دیگه رومینا مسافره و میله کشور فکر کنم کانادا. یه پناهگاهیه برای سگ‌های نابینا، رومینا قراره بره اونجا. واقعا ممنونم از مردم، از کسایی که به پناهگاه کمک میکنن، به سگا کمک میکنن، به خاطر اینکه نمیدونن چه کمکی در حق این حیوانات مظلوم میشه. امثال رومینا سگایی که میتونن برن جاهای دیگه و تحت مراقبت‌های بهتر قرار بگیرن، به کمک مردم نیاز دارن. واقعا الان رومینا واقعا اگه بره اونجا خوشبخت میشه و مثل رومینا خیلی زیاده که بخوان مردم باید کمکشون کنن، بتونیم ما بفرستیمشون جایی بهتر و تحت درمان بهتر قرار بگیرن. این آنیساه. این دختر تا چندین ماه پیش توی بیابونا بوده، بچه هاش پیشش بودن. یکی از حامیانه که تو منطقه غذا رسانی میکرده بهش غذا میداده، به خودش به بچه هاش رسیدگی میکرده، تا اینکه یه بار زنگ میزنه میگه که احساس میکنه چشم این زخم شده و مشکل داره.
بهش میگیم که بیاره بریم تحت درمان و ببینیم چیه. بعد عکس مشخص میشه به خاطر تعداد اون ساچمه هایی که شهرداری بهش تیراندازی کرده توی سر و صورتشه. آنیسا نابینا شده، جفت چشاشو از دست داده و دیگه نمیتونه ببینه. برای همون چون نابینا شد نمیتونستیم دیگه ولش کنیم بیرون، شد یکی از ساکنین وفا. فوق‌العاده اون موقع ترسو بود ولی الان فوق‌العاده دختر مهربونی شده. بودش این آقا پسر اسمش ناراتوه. ناراتو از سگای خیلی قدیم پناهگاهه که از اول نابینا بوده، دلیلشو نمیدونیم. بعد ناراتو خیلی پرخاشگر بوده، داخل زمین یک لونه ها بوده. بعد تقریبا 8 سال من شروع میکنم باش ارتباط گرفتن تا اینکه ارتباط میگیره و میاریمش بیرون. بعد 8 سال برای اولین بار میومد بیرون. بعد رفتارش از سگا میترسه چون نمیبینه، وقتی سگ کنارش میاد پرخاشگری میکنه ولی آدما رو خیلی دوست داره و عاشق بازیه. برای همین کلن تکه، همیشه تنهاست، نمیتونیم پیشش کسی رو بذاریم ولی هر روز میاییم و بهش هم سر میزنیم و کلی هم بازی میکنیم. ناراتو بیا، ناراتو پسر، ناراتو پسر. پناهگاه وفا یه جاییه برای سگهای آسیب دیده، سگایی که به نحوی آسیب دیدن، حالا هر جوری، یکی نابیناست، یکی دست نداره، پاش بریده شده، قطعه. اینا میان داخل پناهگاه وفا، بهشون رسیدگی کامل میشه و اینجا نگهداری میشن. به خاطر اینکه بعضی از سگا نمیتونن بیرون دیگه ارتباط بگیرن، جایگاهی بیرون ندارن و نمیتونن زندگی کنن. امثال ناراتو خب دیگه بینایی ندارن که بخوان بیرون غذا پیدا کنن یا زندگی کنن. داخل پناهگاه نگهداریشون میکنیم، بهشون رسیدگی میکنیم. یه سری سگا هستن که نه، میان پناهگاه خب مشکلات دارن، میان اینجا درمان میشن و وقتی بدونیم که میتونن بیرون زندگیشونو کنن برشون میگردیم به جایگاهشون بعد عقیم سازی. کلن کار پناهگاه وفا رسیدگی به سگهای آسیب دیده است. هر چقدر هم که ظرفیت ما پره ولی وقتی یه کیس حاد میاد نمیتونیم چشمامونو ببندیم ازش بگذریم. تا جایی که بتونیم بهشون رسیدگی میکنیم و سگهای مثل ناراتو وقتی بدونیم نمیتونن بیرون زندگی کنن همینجا جایگاهشونو درست میکنیم براشون. این جانا سگی که چندین ماه پیش دور گردنش با بند کفش بسته شده بود، بریده شده بود، باد کرده بود، بعد اینکه امدادش کردیم اومد پناهگاه تحت درمان قرار گرفت و الان وارد گله شده، زمین یک شده و برای خودش میاد تو زمین خاکی و بازی میکنه. این لیو سگی بود که تو جاده کشتارگاه بود، رگ دستش بریده شده بود، همینطوری بیحال افتاده بود و کلی خون از دستش رفته بود. همون روز ما دیدیمش، سریع امدادش کردیم، آوردیمش پناهگاه، خدا رو شکر دستش خوب شد ولی الان یکی از سگای فوق‌العاده بازیگوش و گازگازی ماست که هر کسی وارد میشه دیگه ول نمی‌کنه، فقط هم میگه من، اجازه نمیده سگ دیگه بیاد جلو، میگه فقط من. اینا اکثرا سگایی که میخوان دوست دارن بیان اینجا بازی کنن، بدوئن، تفریح کنن، میان داخل زمین خاکی و با هم دیگه بازی میکنن. این مادر خب فعلا تازه وارد تحت درمان قرار میگیره، اینجا پا شکسته، استخون بیرونه، به زودی یه خورده که بدنش جون بگیره میره برای درمان و جراحی پا و توله هم همچه اینجا بهترین خدمات میرسه ولی پناهگاه سعی میکنه به بهترین نحو به اینا خدمات رسانی کنه ولی نیاز داریم، مردم باید کمک کنن تا ما بتونیم از پس اینا بر بیاییم. ظرفیت پناهگاه محدوده، تعداد سگا بالا رفته، اگه مردم کمک نکنن ما نمیتونیم از پس کمک به سگای اینجا بر بیاییم. سگ زخمی زیاده، آسیب دیده زیاده، تا جایی که بتونیم داریم کمک میکنیم ولی همراهیمون کنید.